سرپرست وزارت عدلیه اینجا در برنامه دستاربندی شماری از عالمان دین که از دوره بزرگ فارغ شدند میگوید که نظام کنونی در خلای قانون به سر نمیبرد و تمامی قوانین حکومت سرپرست برگرفته شده از قرآن، سنت و فقه حنفی میباشد. عبدالحکیم شرعی در بخشی از سخنانش میافزاید قوانین برخی وزارت‌ها و ریاست‌ها از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده است و امیدوار است تا در آینده ها این قوانین را تحت یک قانون گردآوری کنند. ند قانون خلاشتا نه دی قانون خلا و نه با دی قانون خلاوی که پا دی بانده تا پوی وی چه کتاب الله شتا سنت رسول الله شتا او دا اساس دا او بیا هم تا وای چه قانون اساسی نشتا خلا موجوده دا تش موجوده دا یا پیراده پا دی خپل ایمان بانده تجدید نظر وک. سرپرست وزارت عدلیه همچنان میگوید نظر به هر زمان دیگر در نظام پیشین بیشترین غصب به زمین از سوی افراد صورت گرفته است و کمیسیون جلوگیری از غصب به زمین تلاش دارد تا همه زمینهای اماراتی را شناسایی و بازپسگیری کند. غصب شده خواهد دی چمره غصب چه پتیر اداراک شویده چمره غصب چه پتیر اداراک شویده دومره غصب دی افغانستان پا تاریخ کی نده شوید یا افغانستان به تاریخ کی. آقای شرعی همچنان میافزاید که برای تخلیه مکان بودباش گلبدین حکمتیار که به گفته او از ملکیت های دولت بود نیز به او چند ماه فرصت داده بودند. او تاکید میکند که به چهره های جهادی حرمت میگذارند اما میافزاید که هر فرد که در کشور بودباش میکند باید قوانین حکومت سرپرست را بپذیرد. مونږ د خود تر اخره پر وخت ورو دا وخت چې کله راغلو نو بیا هغه مشرانو دا وویل چې موږ ورته ځای تیارو مناسب ځای تاسو لږ حوصله وکړئ هغې ورته ځای تیار کړو د دې په خوښه باندې او ورته انتقال یې کړو نو اوس ته دا احترام بولې که بې احترامي بولې که چېرته دا بې احترامي بولې نو دې مطلب دا ده چې په احترام باندې پوهېږې نه ته. سرپرست وزارت عدلیه در این برنامه ادعا در پیوند به موجودیت زندان شخصی خود را نیز رد می کند و تأکید دارد که برخی از حلقات تلاش دارند تا تشویش را در میان مردم عام پخش کنند.